بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به همه. به ادامه بحث تضایق میترال و بحث تعریف و پاتولوژی و پاتوفیزیولوژی و اعراض و علائم کلینیکی با شما در این جلسه راجع به ساینز یا علائمی که هنگام معاینه فیزیکی یک مریض مصاب به میترال استنوز دریافت میکنیم صحبت میکنیم. خب مریضایی که دچار میترال استنوز شدید یا سیویر میترال استنوز می باشند، او من به خاطر کاهش آوتپوت قلب و به خاطر تجمع خون یا دمه خون در بستر ریه ها دچار سیانوز یا کبودی می باشم، هم در لب ها هم در بستر ناخون ها و در صورت. حتی رخسار مریضایی که دچار میترال استنوز هم در واقعات پیشرفته یک نوع رشی به نام مالر فلش یا مالر رش نشون میده که ظرف روختگی سرخ رنگی در نواحی رخسار از این بیمارها می باشه. چهره مخصوص مریضای میترال یک چهره کبود و اذیت شده یا پینچ می باشه که به نام میترال فیسز یا چهره میترالی یاد میشه. در واقعاتی که تزایق میترال همراه با فشار بلند شریان ریه باشه یا همراه با تنگی شدید دسام ترایکسپید باشه، یعنی طرف راست قلب هم دچار افزایش فشار شده باشه، مریضا نیک وین دیستنشن یا برجستگی ورید جوگولر یا ویدجی دارن. اگه میترال استنوز شدید باشه، تغییر موقعیت شوک زوربه به موقعیت یا اون پوینت آف مکزیمم امپالس درست دیده نمیشه و اگه تزایق کم باشه باز میشه که راحت موقعیت شوک زوربه بروی صدر در هنگام تفتیش ببینیم. در کنار چپ استخوان استرنوم رایت وینتریکولر هیو جست میشه. هیو یک ضربان یا بیتیه که در اثر هایپرتروفی بطن راست به زیر دست ما هنگام جس کنار چپ استرنوم احساس میشه و نشانه توسع بوتین راست می باشه. بوتین اوزین چپ اگر توسع کرده باشه در مسافات بین الضلعی طرف چپ دلنس یا اسمیت هنگام قرع پیدا میشه. در هنگام اسقا آواز اول قلب شدت پیدا میکنه و آواز دوم قلب اسپلیتینگ یا تضعف پیدا میکنه. اوپنینگ اسنپ به کنار چپ استخوان استرنوم نزدیک به قاعده قلب شدیده میشه. اوپنینگ اسنپ در اثر واس شدن وریقات دسمی زخیم شده میترال شنیده میشه و بعد از آواز دوم قلب اسقا میشه و نشانه تضایق میترال و واشدن دریچه های میترال زخیم شده می باشه. علامه اسقعی که برای تنگی میترال وصفی می باشه سوفل دیاستولی که به وصف رمبلنگ یا غورشی می باشه که در سفید دیاستول در ساحه 2.5 سانتی متر در قسمت اپیکس یا زروه قلب بهتر شنیده میشه. با آخر دیاستول به اصطلاح شدت کسب میکنه این مرمر و به خود در انگام فعالیت فیزیکی بیشتر میشه. در محراق ریوی به خاطر بالا رفتن فشار شریان ریه و عدم های دسام ریه یک سوفل دیاستولی که با های پیچ یا با وصف بلند شنیده میشه به نام گرام استیل مرمر یاد میشه. وصف بلووینگ یا وزش باد در یک مجرای بستر داره و گرام استیل مرمر نامیده میشه. وقتی که مرض پیشرفته شه مرمر پانسیستولیک یا مرمری که در سرتاسر صفحه سیستول استقا میشه شنیده میشه و در قاعده ریه ها به خاطر تجمع مای رال یا کرپتیشن استقا میشه. در ای سی جی مریضا پی میترال یعنی یک پی دندانه‌دار و عریضی در لیدهای یک و دو دیده میشه. به تصویر شما دقت کنیم، لفت اتریال هایپرتروفی در لیدهای نهایات مثل لید دو دیورشن زیاد میشه، یعنی عریض میشه بیشتر از 0.12 ثانیه، نوچ یا دندانه دار میشه طبق این شکل، یعنی پی نوچ و عریض دیورشنی هم افزایش پیدا میکنه به نام پی میترال یاد میشه، چون نشان دهنده هایپرتروفی میترال از خاطر تنگی دسام میترال میباشه و در لیدهای قرب القربی مثل وی 1 دیورشن افزایش پیدا میکنه و نوچ میشه و قسمت کامپوننت یا جزء منفی پی که قسمت معکوس این موجی وسعت پیدا میکنه، قسمت مثبت یا کوچک و قسمت منفی از او عمقی و زیاد میشه.
به تصویر شما میبینه که دلیت های یک و دو پی دندانه دار و عریض میشه و دلیت های وی یک و وی دو پی جزء منفی از او عمق کسب میکنه و افزایش پیدا میکنه به نام پی میترال یاد میشه. همچنین رایت اکسس دیویژن یا انحراف محور به طرف راست هنگامی که فشار شدید شریان ریه وجود داشته باشه دیده میشه که شما میتونیم او را هم ببینیم. رایت ونتریکولار هایپرتروفی رایت اکسس دیویژن که در لید یک موجه ها منفی و در لید ای وی اف یا سی موجه ها مثبت میباشند که نشانه انحراف محور به سمت راست و نشانه فشار بلند شریان ریه و ضخامت شدید رایت وینتریکولر می باشه. همچنین اگر زخامه بطین چپ یا هایپرتروفی بطین چپ شواهدی و دیده بشه باید ما فکر کنیم که بر علاوه آفت میترال استنوز هایپرتنشن یا آفت دسام ابهر هم ممکنه که نزد مریض موجود باشه. خب خلاصه ای که اساسات لازم برای تشخیص میترال استنوز همین هایم فتیگ یا خستگی، دسپینی جهدی، ارتوپنی و به خصوص وقتی که استنوز شدید بشه. اعراض و علائم مریضا معمولا تشدید میشه با شروع فبریلیشن عضینی یا حامله شدن خانم، چون دوی بر سه سه مریضایی که میترال استنوز دارن خانم ها می باشن. به کدوم مریضا ما مداخله یا عمل جراحی استتباب میدیم؟ برای مریضایی که فبریلیشن عضینی دارن یا شواهد فشار بلند شریان ریه دارن و بیشتر مریضایی که اعراض دارن یا سیمتوماتیک هم ساحت سام میترال از اونها مساحتی و کمتر از 1.5 سانتی متر مربعه. من شما بیشتر بگفتم که مساحت نرمال سام میترال از 4 تا 6 سانتی متر مربع می باشه و تا زمانی که این مساحت به کمتر از نصف نرسه اعراض و علائم شدید نمیشه. مثلا اگر سام میترال مساحتی 3 سانتی متر مربع بشه مریض اونقدر اعراض شدید نداره، حتی ممکنه که اعراض خفیف هم نداشته باشه. اما وقتی که مساحت سام به 2 سانتی متر مربع و کمتر از 2 سانتی متر مربع و 1.5 میرسه، اون زمان دیگه اعراض و علائم فتیگ و دیسپنی و ارتوپنی شدت پیدا میکنه. خب برای تشخیص به اصطلاح تضایق میترال و در کل برای تشخیص آفات دسمی قلب ما 4 تا معاینه داریم: رادیوگرافی صدر، الکتروکاردیوگرام یا ای سی جی، اکوکاردیوگرام یا اکوی قلب و کاتترایزیشن قلب. به رادیوگرافی صدر در این مریضا نشون میده که اپندیج عضین چپ توسط داره، خود عضین چپ کلونه و شریان ریوی هم توسط داره و توسط رادیولوژیست این راپور داده میشه. در اکوکاردیوگرافی شما میتونید تمام مشخصات در حقیقت قلب مریض از نگاه ساختمان، از نگاه فشار، از نگاه ضخامت ببینیم. کلسیفیکشن و ضخامت دسام دیده میشه، مساحت دسام شما میتونیم تعیین کنیم، سایز اجواف قلب میتونیم تعیین کنیم، فشار شریان ریه میتونیم تعیین کنیم، اشتراک مریضی دکه دسامات قلب میتونیم تعیین کنیم. یک معاینه بسیار حساس و وصفی برای معاینه برای دسامات قلب میباشه. در کاتترایزیشن قلب که مریض به کتلب برده میشه و توسط دکتر فوق تخصص قلبی عموما از طریق شریان فیمورال یا از طریق شریان سابکراویال کاتتر داخل میشه و میتونیم فشارهای موجود، شدت تضایق دسام میترال و دهانه قلب، مقاومت آوی ریوی، اینا همه که با این متد اندازه گیری کنیم. انجیوگرافی بطین چپ هم عموما برای تعیین وظیفه بطین چپ استفاده میشه و برای تعیین کردن از اینکه آیا عدم کفایه دسام میترال با تضایق یک جا هست یا نیه با زرق ماده کثیفه رادیولوژی انجام میشه. تشخیص تفریقی تضایق دسام میترال با چند تا مرض باید صورت بگیره. اول با لف اتریال مگزوما یا مگزومای عضین چپ که عموما مریضای مصاب به مگزومای عضین چپ نشانه یک مرض سیستمی که دارن، مثلا کاهش وزن دارن، تب دارن، کمخونن، ای اس آر از اونا بالا میره. در مریضای مگزوما اوپننگ سناب شنیده نمیشه و مریضای مگزوما نشانه های به شکل حملوی دیده میشه. کورت ترایاتریاتوم یا قلب سجایفی یا سدهلیزی یک انومالی ولادی که خیلی کم دیده میشه. یک حلقه فیبروزی که هم به تصویر دیدیم در جلسه قبلی به شکل یک ممبران باعث تقسیم شدن به اصطلاح جایف عضین چپ میشه و با انجیوگرافی راحت
و همچنین با کمک اکو تشخیص تفریقی میشه از ام اس یا میترال استنوز. همچنین با آورتیک دگرجیدشن یا عدم کفای ابهر باید تشخیص تفریقی بشه، چون سوفل یا مرمر دیاستولیک شنیده میشه که مرمر دیاستولیک دسام ابهر به نام آستن فلین مرمر یاد میشه و اکو میتونه تشخیص تفریقی قطعی کنه. AST یا اتریال سپتال دفکت، نقص ایجاب بین اوزینی، ممکنه که با MS مغالطه شه، ولی با کمک به اصطلاح معاینات الکتروکاردیوگرافی و ECG و اکو و رادیولوژی میتونیم مایر تشخیص تفریقی کنیم. همچنین پرایمری پولمونری هایپرتنشن یا فرط فشار اولیه شریان ریه عراض علائمی داره که اکثر نزد زنهای جوان دیده میشه و در این مریضا در رادیوگرافی و اکو اوزین چپ متوسینیه، فشار اوزین چپ نرماله و بیشتر مریضا مشکل در فشار شریان ریه دارن. با سیویر مایترال دگرجیدشن تشخیص تفریقی باید بشه که با کمک سوفل به اصطلاح پانسیستولیک و با کمک معاینه اکو تشخیص تفریقی میشه. با تزریق دسام ترایکسپید که این ندرتا بدون تزریق مایترال دیده میشه و اکثرا با همدگین و همراه هستن و تشخیص این اهمیت داره. با امراض مزمن ریه مثل آمفیزیمای ریوی، چون سرفه مریضا و نفس تنگی مریضا امکان داره به امراض ریه فکر بشه، به COPD فکر بشه که باید تشخیص تفریقی بشه، یا هیموپتیزی از این مریضا امکان داره که مریضا به طرف تبرکلوز دکتر مشکوک کنه که باید تشخیص تفریقی بشه. همچنین با مایترال والولایتیس یا التهاب حاد دریچه مایترال که یک سوفلی به نام کاریکومس مرمر داره که این سوفل یک سوفل ملایمیه و روز به روز تغییر میکنه و نظر به سوفل به اصطلاح رامبلینگ دیاستولیک مرمر مایترال استنوز پیچیو یا شدتیو بالاتره. اختلالات مایترال استنوز اگه تداوی نشه اتریال فیبریلیشن یا فیبریلیشن اوزینیه که اکثرا به ملاحظه میرسه و جز علائم از این قبول میکنن و اگر ای در مراحل اولیه تنگی مایترال وجود داشته باشه فکر میشه که روماتیک کاردایتیس باعث تخریب عضلات اوزین شده و اگه بعد از 50 سالگی دیده شه فکر میشه که احتمالا به خاطر علت دیگه باشه. با برانشایتیس بعد تشخیص به اصطلاح به عنوان اختلاط بعد ما مد نظر بگیریم، چون ریه ای که احتقان داشته باشه در این مریضا مستعد به انتانات و خیلی زود انتانی میشه. با آمبولی های سیستمیک اختلاط دیگه از این بیماریه که چون در قسمت اپندج اوزین چپ گفتیم که خون دمه میکنه و این ترومبوز میتونه باعث جراس شدن و باعث آمبولی بشه، به خصوص مریضایی که اتری فیبریلیشن هم دارم خطر از این آمبولی ها بسیار بیشتر میشه و میتونه به دماغ و کلیه و تحال و اطراف هم برسه. و همچنین عدم کفایت طرف راست قلب که اختلاط عمده از این مریضیه و با توسعه ورید جوگولر با زخام کبد و با اوزایمای اطراف سفلی و هبن یا اسایتس به اصطلاح تشخیص میشه و متصف می باشه. در یک دسام مایترال تنگ شده اوزین میتونه در مستعد به فیبریلیشن باشه، یک اوزینی که این رقم میلرز و فیبریلیشن داره و از طرف دیگه تلخته در اپندیج خود داره، انمی لرزی اوزین میتونه باعث جرا شدن از این ترومبوز ها از اپندیج و باعث آمبولی سیستمیک بشه. تداوی از این مریضا اگه مریض بالغ یا کاهل اسیمتوماتیک یا بدون عرض، بعد ما او را از انتانات استرپتوکوکه بتایمولایتیک خود پینسیلین به مو شکل که گفتیم وقایع کنیم و مریض را از انفکتیو اندوکاردایتیس در حقیقت وقایع کنیم. مریض باید از فعالیت‌های جسمی و فیزیکی شدید اجتناب کنه و مریضایی که باز سیمتوماتیک هم یا اعراض و علائم دارن باید بر از اون مصرف سدیم یا نمک محدود کنیم کاملا و دیورتیک خوراکی بر از این مریضا توصیه کنیم. همچنین اگر مریض اتریال فیبریلیشن داره و در مراحل پیشرفته قرار داره و تظاهرات عدم کفایی قلب راست نشون میده، دیجوکسین یا دیجیتال است که
یک دوای انوتروپ مثبت و همچنین باعث کاهش سرعت حرکات قلب میشه، توصیه میشه. و اگر ریتم بوتینی یا سرعت ضربان بوتینی در مریضای اتری فیبریلیشن کنترل نشد با دیزیوکسین، میشه که یک دوای بتا بلاکر مثل اتنرولر به مقدار 25 تا 50 میلی گرم روز 4 دفعه به این دوا اضافه کنه. فشار ورید های ریه باید کم شه تا مریض هموپتیزی یا نفس و دم نداشته باشه. برای کم کردن فشار ورید های ریه باید مریض استراحت بستر داشته باشه، در بستر به وضعیت نشسته قرار بگیره، نمک کمتر مصرف کنه، دیورتیک استفاده کنه. برای مریضایی که AF دارن، یعنی اتری فیبریلیشن دارم یا ریسک آمبولی دارم، حداقل یک سال باید به اصطلاح آنتیکوگولانت یا دوای ضد علاقه خون به اصطلاح استفاده کنم. اگر مریض تزریق خفیف میترال داشته باشه که نیاز به جراحی نداشته باشه، معمولا AF که نو تشکیل میشه میتونه خودش دستگاه دیسی شاک یا خود دوای کینیدین پس به ریتم اصلی یا ریتم سینوسی برگردانه. ولی اگر مریض سیویر میترال استنوزیس داره و به خصوص اوزین چپی هم توسط کرده، از AF هم بیشتر از یک سال تیر میشه، یعنی AF و جدید و تاسیس نیه، او وقتی که اگه ما ریتم سینوسی رو ایجاد کنیم پس دوباره مریض AF اوید میکنه و برگشت دادن به ریتم سینوسی خیلی بالات نادر مفید واقع میشه. تداوی جراحی یا سرجیکال از این انمو میترال والووتومی می باشه که در مریضایی که اعراض دارن از سمپتوماتیک هم و مساحت دستام اینا کمتر از 1.7 سانتی متر مربع می باشه، در اونا ای استتباب داره و به دو روش انجام میشه، یکی به روش پرکوتانیوس بالون میترال والووتومی، یکی به روش اوپن سرجری که روش اول امروزه بیشتر محبوبیت کسب کرده به نام روش NOA یاد میشه، که از طریق یک کاتتر خود بالون وارد دسام میترال متزایق میشه و یک کمی طرف بوتین چپ فرو برده میشه، در بوتین چپی بالون متسع میشه و بعد از اون طرف بالا کش کرده میشه و به این ترتیب در تصویر چهارم شما میبینید که یعنی این بالون دسام متزایق در حقیقت متوسع کرده و این بالون تداوی انتخابیه و وفیات از این کمتر می باشه. همچنین اگر باز این روش غیر ممکن باشه و نشه، مجبوری که عملیات باز انجام بدیم و تقریبا 50% مریضا که این عملی بر از اون انجام میشه 10 سال بعد مجدد اینا نیاز به جراحی امکان داره پیدا کنن و بعد از به اصطلاح از این عملیه تا اندازه زیاد اعراض علائم اینا کم میشه. اگر عدم کفایی میترال خیلی شدید باشه و با تزریق یک جا باشه، یا دسام میترال توسط عملیات بالون تغییر شکل کرده باشه، یا جراح تشخیص ده که اگر بالون بزنه وظیفه دسام میترال خوب نمیشه و بیبود کسب نمیکنه، او وقتی که ما مجبوریم دیگه تعویض دسام برای مریض پیشنهاد کنیم و دسام مریض کلن عوض بشه. تعویض دسام باز اختلالات به اصطلاح دراز مدت داره و معمولا تعویض دسام برای مریضای ما پیشنهاد میکنیم که مساحت دسام از اونا کمتر یا مساوی به 1 سانتی متر مربع فی سطح بدن یا کمتر از اون 1.7 سانتی متر مربع شدید باشه، و یا که مریض از نگاه انجمن قلبی نیویورک یا نیویورک هارت اسوسییشن در کلاس 3 قرار داشته باشه. مریضای کلاس 3 انجمن قلبی نیویورک مریضایی هم که عدم کفای قلبی دارن و با وجودی که تداوی مناسب طبی هم نزد از اونا صورت میگیره، بازم با فعالیت اندک دچار اعراض و علائم میشن. یعنی یک مریضی که عدم کفای قلبی داشته باشه، تداوی درست هم بشه، ولی باز هم با وجود تداوی کوچکترین فعالیتی که بکنه دچار اعراض و علائم بشه، این مریض کلاس 3 گفته میشه و در این مریضا باید دسام مایترال کلن عوض بشه. بعد از تعویض دسام مایترال عموما حیاتیت 10 ساله تقریبا 65% و انذار دراز مدت در مریضایی که خیلی پیرم ناتوانن و وظایف قلبی رو کاهش پیدا کرده انذار اینا خرابه. اختلالات دیگه در اثر تعویض دسام پیش میای شامل ترومبوز اطراف دسام و خطر آمبولی می باشه. مریض به خاطر دوای آنتی کوآگولان یا ضد لختی خون که مصرف میکنه امکان داره خونریزی استفاده پیدا کنه. پاراوار بوده لیک یا لیکاج مایع از اطراف دسامه که خیاطه شده یا درست تطبیق نشده امکان داره پیدا شه و دسام مصنوعی امکان داره بر از تعویض
اختلال وظیفه میخانیکی پیدا کنه به طرف اندوکاردیت آنتنی بره، چون در اطراف یک دسام مصنوعی آنتن امکان داره که تأسس کنه. خب به این تصویر شما میبینیم که دسام های میخانیکی و دسام های نسجی با هم دیگه مقایسه کرده. دسام های نسجی دسام هایی که از یک حیوان مثل خوک به انسان پیوند میشه و دسام های میخانیکی معمولا ساخته دست بشر میباشن. از نظر پارامترهای مختلف اینا با هم دیگه مقایسه کرده. انتخاب دسام مصنوعی یا دسام طبیعی یا نسجی به عهده دکتر و بیمار، یعنی مریض و دکتر نظر به شرایط باید تصمیم بگیرن که کدام یک برای از اون امکان داره بهتر باشه. از نگاه دوام دسام میخانیکی 30 سال یا بیشتر دوام داره، دسام طبیعی یا نسجی 10 تا 15 سال. از نگاه خطر تشکیل ترومبوز دسام میخانیکی بیشتر خطر ترومبوز سازی داره دسام نسجی کمتر. از نگاه سر و صدا دسام میخانیکی تکوپک و صدای بیشتر، دسام بیوپروستاتیک بسیار کم و قابل صرف نظر. از نگاه عدم تطابق بین دسام و مریض در دسام نسجی عدم تطابق کمتره، در دسام میخانیکی هم قبول نکردن بدن یا عدم تطابق بیشتره. از نگاه خطر به اصطلاح تخریب دسام، دسام میخانیکی با دوامه اما دسام دسام نسجی یا طبیعی بسیار زیاد مستعد به تخریب و خراب شدنه. از نگاه همودینامیک تقریبا هر تا یکی هم همودینامیک مریض با دسام میخانیکی پیشرفت میکنه و در دسام نسجی نزدیک به نرمال میرسه. از نگاه نیاز به استفاده آنتیکواگولانت مثل هپرین و وارفرین و اینا، مریض دسام میخانیکی باید تا آخر عمر خود 12 لخته خون استفاده کنه، مریض های دسام نسجی یا مصنوعی برای 3 ماه. و از نگاه نیاز و خطر عملیات دوباره در دسام میخانیکی نیاز و خطر عمل دوباره کمتره و در دسام نسجی یا طبیعی این خطر بیشتره. با توجه به این ملاحظات و با توجه به شرایط فرهنگی و اعتقادی مریضا، دسام انتخاب میشه و برای مریض تطبیق میشه و وظایف مریض در کل بهبود چشمگیری کسب میکنه. خب لکچر ما راجع به میترال استنوز از اول تا آخر ختمه. اگر سوال دارین در پورتال دانشجویی و در گروه تلگرامی سیم و مطرح کنیم، حتما پاسخ داده میشه. موفق باشین، خدا نگهدار شما باشه.